نگاهی به ماجرای پر رمز و راز روح الله زم، او که در فرانسه محافظ داشت چطور از حیات خلوت ایران در عراق سر در آورد و در تور اطلاعات سپاه افتاد. در 60 دقیقه امشب به روش‌های دستگاه اطلاعاتی ایران برای به دام انداختن مخالفانش می‌پردازیم. همچنین در برنامه امشب تایید خبر ربوده شدن رهبر سابق گروه جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز و انتقال او به ایران. یک مقام حکومتی میگوید حبیب کعبی تحت بازجویی است. دو روز مانده به پایان بازی سرنوشت، ترامپ و بایدن برای جلب رأی دهندگان مردد به ایالت‌های کلیدی رفتند. و نگاهی به پیشینه تلاش ایران برای اثرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از رقابت نیکسون و کندی تا رویاروی ترامپ و بایدن. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک منبع به بی بی سی فارسی گفته که شیرین نجفی در ایران بازداشت است، فردی که یکی از اداره کنندگان کانال آمد نیوز و از نزدیکان روح الله زم شناخته می شد. او بارها بعد از دستگیری روح الله زم از راه دور با رسانه ها حرف زد، ولی مشخص نبود کجاست. در همین حال منابعی به ما گفتند که احتمال دارد سایت آیت الله سیستانی، شناخته شده ترین مرجع شیعیان، برای کشاندن روح الله زم به عراق و دستگیری او به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران هک شده باشد. یک سال بعد از این ماجرا، ناپدید شدن حبیب کعبی، یکی از مخالفان جمهوری اسلامی، سالهای زیادی را مطرح کرده. فردی که خود را گرداننده یکی از گروه‌های وابسته به تشکیلات موسوم به مقاومت ملی اهواز معرفی می‌کرد. این تشکیلات مسئولیت حمله مسلحانه دو سال پیش به یک رژه نظامی در اهواز را به عهده گرفت که در جریان آن 10 نفر از جمله غیر نظامیان کشته و مجروح شدند. درباره این ناپدید شدن‌ها بیشتر حرف می‌زنیم. اول گزارشی تحقیقی از همکارم ژیار گل. روح الله زم یکی از جنجالی ترین و مؤثرترین شخصیت های رسانه ایران در یک دهه گذشته است، چه در دوران مدیریت کانال تلگرامی آمد نیوز و چه پس از ربوده شدن و دادگاهی در ایران. اشکال نداره میخوای کشته بشه باش، شرفا نه آدم ذلیله. چیزی که مسلمه، روح الله زم در فرانسه از حفاظت پلیس این کشور برخوردار بوده. اما میخوام بدونم چی شد که روح الله زم متقاعد شد بدون حفاظت و با مسئولیت خودش فرانسه رو ترک بکنه و به عراق بره، کشوری که حیات خلوت نیروهای امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی ایرانه. پس از سقوط صدام حسین، نیروی قدس سپاه و وزارت اطلاعات ایران شبکه‌های خود را در عراق گسترش دادند. سال پیش شخصی ناشناس 700 صفحه گزارش وزارت اطلاعات ایران از فعالیت مأمورانش در عراق بین سالهای 2014 و 2015 را به سایت خبری انترسپ درز کرد. رانان برگمن یکی از روزنامه‌نگاران تحقیقی نیویورک تایمز است که این اسناد درز شده را مطالعه کرد. گزارش یک مأمور اطلاعات ایران این گونه چند ملاقات با مقامات بلندپایه نظامی، نمایندگان مجلس و وزیران عراق را توصیف کرده. این مقامات داوطلب دادن اطلاعات به ایرانند. نفوذ ایران در بالاترین سطح. شخصی که در اسناد درس شده دوست نزدیک ایران توصیف شده، عادل عبدالمهدی بود. هنگام سفر روح الله زم به بغداد، او نخست وزیر عراق بود. سفارت جمهوری عراق در پاریس ترحب بكم. با سفارت عراق در پاریس تماس گرفتم. آنها میگویند برای روح لازم ویزا صادر نکردند. در چند روز گذشته بارها و بارها با وزارت خارجه و همچنین دفتر نخست وزیر این کشور تماس گرفتیم. براشون ایمیل فرستادیم، پیام بهشون دادیم، اما متاسفانه به ما جواب ندادند. 17 مهر ماه سال گذشته، روح الله زم از شهر محل اقامتش در جنوب فرانسه به پاریس می رود.
علی‌رغم بسته شدن بخش کنسولی سفارت عراق، یک دیپلمات مسئول در سفارت به استقبال روح الله می رود. ویزایی که صدورش یکی دو ماه طول می کشد در عرض نیم ساعت برای روح الله صادر می شود. وقتی رفتم پایین پیشواز پلیس در اومد گفتش معاون سفیر و همراه دو سه نفر دیگه دم در وایستاده بودن منتظرش. شیرین نجفی که در ترکیه پناهنده بود از سال 1396 یکی از ادمنهای اصلی آمد نیوز شد و از معتمدان روح الله. اگر وفا نیکفر خود را تاجری موفق معرفی می کند و از حامیان مالی روح الله در این اواخر. روح الله زم هیچ شخصی رو به اندازه شیرین نجفی مورد اعتمادش نبود. روح الله زم به فکر راه اندازی تلویزیونی به نام آمد نیوز بوده است. همکاران روح الله می گویند افرادی از طریق شیرین نجفی با روح الله تماس می گیرند و مدعی می شوند که آیت الله سیستانی حاضر است با او مصاحبه کند و میلیون ها دلار برای راه اندازی تلویزیونی به او کمک کند. مبلغ حدود 30 میلیون دلار در سال برای ما ارسال بکنه. شیرین نجفی که در ترکیه پناهنده بود می گوید او ترجیح داده خود به عراق برود تا روح الله زم به خطر نیفتد. در عراق شیرین نجفی عکس 500 یورویی برای روح الله می فرستد. او می گوید روح الله خودش باید به آنجا برود. روح الله به من زنگ زد و به من گفت که حدود 50,000 یورو رسید و گفت اولین مبلغ 5,000 یورو واریز به حساب من شده. مدتی بود که روح الله از طرف پلیس فرانسه محافظ داشت. در پاریس روح الله پس از سالها برای مشورت به دفتر حسن فرشتیان، دوست قدیمی پدرش می رود. فرانسه به هیچ عنوان نمی توانستشون رو ممنوع خروج کنه، فقط می توانستن توصیه های ایمنی بهشون بدن که ظاهرا این کار کردن. یک روز پیش از پرواز روح الله زم، یعنی 10 اکتبر، رابطه شیرین نجفی بلیتی از شرکت مسافرتی سفیر بغداد در کربلا به نام روح الله زم خریداری می کنند و برای او می فرستند. هم همسرش هم دخترش خیلی اصرارش کردن که نره. روح الله نگران سفر به عراق بوده. او به استخار پناه می برند. خانم شیرین نجفی زنگ می زنه به روح الله، میگه که استخاره خوب در اومده ولی میگن باید 2 یا 3 روز بمونی در سفر، بیشترش خطرناکه. رولازم به استخاره و سر کتاب و این چیزا خب عقیده داشت دیگه. اینا کاملا شناخت از شخصیت و روانشناسی رولاد داشتن. بعد از ظهر 19 مهر ماه روح الله زم با پرواز شرکت هواپیمایی سلطنتی اردن فرانسه را ترک و به طرف بغداد پرواز می کند. توقفی کوتاه در فرودگاه عمان پایتخت اردن داشت. توی فاصله ترانزیتشون برای من عکس فرستاد، چون من قبل از اینکه به خاطر خیلی نگران بودم. گفتم هر لحظه باید به من گزارش بدی که من ببینم که تو حالت خوبه. پرواز کوتاه روح الله زم از عمان ساعت 1 بامداد در فرودگاه بین المللی بغداد به زمین می نشیند. اونجا که رسید به بغداد هیچ خبری ازش نداشتم. 2-4 ساعت بعد با من تماس گرفت با لحن غیر عادی، مثل همیشه صحبت نمی کرد و فکر می کنم یک طوری صحبت می کرد که زود باید تلفن رو قطع می کرد. الله زم سر شبکه سایت معاند آمد نیوزه که دو روز بعد خبر روبوده شدن او توسط سازمان اطلاعات سپاه در کانال تلگرام آمد نیوز و تلویزیون حکومتی ایران منتشر می شود. از کاروان کربلا جا موندم. سفر روح الله زم به عراق همزمان با مراسم اربعین سالانه صدها هزار ایرانی برای شرکت در این مراسم به سوی کربلا و نجف راهپیمایی میکنند. بیت آیت الله سیستانی مهمترین مرجع شیعه در نجف است. روح الله زم ارادت ویژه‌ای به آیت الله داشته
و به جایگاه و قدرت معنوی او آگاه بود. که من گفتم آخه مگر آقای سیستانی با شما رو لایزم با آمدنیون سنخیتی داره؟ ایشون گفت نه، ما بناست در این تلویزیون شیوه جدیدی رو در پیش بگیریم و با مصاحبه با آیت الله سیستانی افتتاح بشیم. دفتر آیت الله سیستانی درخواست بی بی سی برای مصاحبه را رد کرد، اما در نامه‌ای نوشته هیچ کس از بیت ایشان یا مقلدین او نه از روح الله زن دعوت کرده به عراق برود یا قول حمایت مالی برای تأسیس تلویزیون به او داده. سال گذشته از مسئولان ایران خواسته شد که درباره چگونگی استفاده از نام آیت الله سیستانی و آدرس بیت او توضیح داده شود، اما مقامات ایرانی جواب ندادند. برای اولین بار در تاریخ تشیع هست که از نام یک مرجع تحلیل، اونم مرجع علل اطلاق جهان تشیع، مثل آیت الله العظمی سیستانی برای یک به قول خود اونها عملیات فریب استفاده میشه. یک نفر وابسته به دفتر آیت الله سیستانی این احتمال رو مطرح کرد که ممکنه سرور وبسایت یعنی کامپیوترهای دفتر آیت الله سیستانی توسط سازمان اطلاعات سپاه هک شده باشه و از اون طریق با روح الله زم تماس گرفته باشند که ایشون باور کرده واقعا از طرف آیت الله سیستانی دعوت شده و قراره حمایت مالی بشه. اگر سرورهای دفتر آیت الله سیستانی هک شده باشد، به نظر می رسد سرویس های اطلاعاتی ایران پیشتر تجربه این کار را داشتند. نیروی قدس و وزارت اطلاعات ایران اگر بخواهند می توانند سرورها را هم هک کنند. یکی از معماهای ربوده شدن روح الله زم روایت های شیرین نجفی است. خانم نجفی پس از خبر دستگیری روح الله زم برای چند روز در رسانه ها ظاهر شد. تلاش ما برای پیدا کردن او در عراق و ترکیه به جایی نرسید. یکی از نزدیکان ایشون به ما گفت که شیرین نجفی در زندان به سر میبره و در حقیقت تمام اون مصاحبه هایی هم که انجام داده و صحبت هایی هم که با روح الله زم قبل از ربوده شدنش انجام داده بود در یکی از اتاق های سازمان اطلاعات سپاه بوده. شیرین نجفی سالها در ترکیه پناهجو بود و از آنجا با آمد نیوز همکاری میکرد. در 29 شهریور سال گذشته ناگهان در استانبول ناپدید میشود. سه روز غیبش زد، هم من هم روح الله یه سری دسترسی ها رو ازش گرفتیم. تا دسترسی هاش رو ازش گرفتیم دوباره سر و کلش پیدا شد. پس از سه روز شیرین با روح الله تماس میگیرد و میگوید تصادف کرده و در بیمارستان بستری بوده و اطلاعات این وسط دید اگر شیرین رو بیشتر از این نگه داره احتمال داره دیگه هیچ وقت اطمینان روح الله نسبت به شیرین جلب نشه. تیر ماه امسال شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران 13 اتهام علیه روح الله زم را مصادیق افساد فی الارض دانست. دادگاه در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده. این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور. داستان روح الله زم داستان مردی است که دشمنان زیادی هم در حکومت ایران و هم میان مخالفان حکومت داشت. مردی که با یک کانال تلگرامی حکومت را به تنگ آورد، اما با پای خود به داخل دام سازمان اطلاعات سپاه رفت. ژیار رو اینجا در برنامه داریم. جالبه که دولت عراق خیلی علاقمند به نظر نمیاد وارد ماجرا بشه. چرا؟ ببینید، ما تلاش‌های زیادی کردیم با مقامات عراق، از وزارت خارجه، دفتر نخست وزیری، سازمان اطلاعات انکشاف، به هیچ عنوان حاضر نبودن صحبت کنن. حتی دو هفته پیش یک هیئت از هیئت عراقی به سرپرست نخست وزیر عراق اینجا اومده بودند و وقت ملاقات به من دادن که سخنگوی دولت، اما به محض اینکه فهمیدن که قراره درباره روح الله زم ازشون بپرسن خیلی محترمانه این ملاقات رو لغو کردن. یک چیزی
که مسلمه همه شواهد نشون میده که افرادی در داخل حکومت ایران، سازمانهای عراق، سازمانهای اطلاعاتی این کشور با ایران همکاری کردن. حتی دیروز هم یک منبعی در داخل عراق که سال گذشته با بی بی سی حرف زده بود، دوباره به بی بی سی گفته بود که ایشون رو به محض ورود خود سازمان استخبارات عراق دستگیر کرده، یک شب در اونجا بوده، بعد تحویل ماموران ایرانی داده شدن. اما گفتم این چیزی که ایشون مدعی بوده، اما متاسفانه ما نتونستیم این سوال رو مستقیما از مقامات عراقی بشنویم، بپرسیم و جوابشون رو بشنویم. فقط هم عراق نیست، در مورد ترکیه هم حرف و حدیث زیاده. ببینید اگه شما نگاه کنید اتفاقاتی که در ترکیه در دو سه سال گذشته، سال 2017 با ترور سعید کریمی، بعد مسعود مولوی شروع شد، افراد اونجا ناپدید شدن، تعدادی از پناهجویان تحویل ایران داده شدن. اما به نظر میرسه شبکه‌های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات گسترده شدن و در منطقه فعال دارن و خانه‌های تیمی دارن، که این میتونه زنگ خطری برای مخالفان و کسایی که میتونه هدف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی باشه، اینا تهدید بشن، ربوده بشن و یا حتی اونجا ترور کنن. به هر حال نشون داده میشه در داستان روح الله عظم در سرویس‌های اطلاعاتی ایران این توانایی رو دارن، خودشونو جای سازمان‌ها، نهادها و حتی شاید وزارتخانه یک کشور جا قدم بدن، با یک مخالف تماس بگیرن و قول حمایت بدن و اون طرف واقعا باور کنه، بره به اون کشور هتل براش بگیرن و اونجا بره تو دامشون. به هر حال به نظر من باید این یک زنگ خطریه برای خیلی از مخالفان. البته جمال، ما این گزارش یک نسخه کوتاهی بود، فیلم مستند کامل نیم ساعته قرار امشب بعد از برنامه 60 دقیقه پخش بشه. امیدوارم بیننده های ما هیچ جا نرن، 60 دقیقه بمونن، بعد از اون کامل مشخصا درباره چگونگی تشکیل آمد نیوز، روح الله زم، گذشته ایشون، چرا ایشون اصلا مخالف شد و بعد اصلا چرا به عراق رفت و شرایط رو خیلی بیشتر با جزئیات بیشتر اونجا شرح داده خواهد شد امشب بعد از برنامه 60 دقیقه. من همیشه تشکر میکنم از بیننده ها که 60 دقیقه رو تا آخر میبینند. مزایای این که 60 دقیقه رو تا آخر ببینن، یکیش اینه که بعد از 60 دقیقه هم میتونن ببینن، حتما مستند ژیار گل رو ببینید. و اما ربوده شدن روح الله عظم تنها نمونه از ناپدید شدن و انتقال یک چهره مخالف حکومت ایران به داخل کشور نبوده. ماجرای حبیب کعبی، رهبر پیشین تشکیلات موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، تازه ترین مورد از چنین اتفاقاتی است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تایید دستگیری آقای کعبی در خارج از کشور گفته که او حالا در ایران تحت بازجویی است. فرین آسمی گزارش می‌دهد. ربودن مخالفان خارج از کشور و کشاندن آنها به داخل ایران با شگردهای مختلف، سیاستی که حکومت ایران در سالهای گذشته از آن استفاده کرده. آخرین کسی که ظاهراً با این روش به داخل ایران کشانده شده این فرد است، حبیب کعبی، معروف به حبیب اسیووید، یکی از رهبران جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و وابسته به تشکیلات جدایی طلب منصوب به مقاومت ملی اهواز. در گفتگویی که با همسر سابق حبیب کعبی داشتم، او گفت از طریق دولت سوئد متوجه شده که آقای کعبی 9 اکتبر، یعنی حدود 3 هفته پیش، وارد استانبول شده. نه متاسفانه ما با هم زندگی نمی‌کنیم، ولی رابطه فوق‌العاده قوی با هم داریم. ما 3 تا بچه داریم. پنجشنبه 5 اکتبر بعد از اینکه با هم شام خوردیم، ایشون خدافظی کرد و رفت. ما بعد از تقریبا مصاحبه با پلیس ترکیه در استانبول فهمیدیم که آقای حبیب از 9 اکتبر وارد فرودگاه استانبول شدند و قرار بود که 15 اکتبر استانبول رو ترک کنن به قصد سوئد، ولی متاسفانه 15 اکتبر با توجه به چیزایی که تو خبرهای ترکیه نوشته از طریق پلیس ترکیه، 15 اکتبر در فرودگاه استانبول بوده، ولی بعد از 15 اکتبر بلیتش رو چک نکردند و از همون روز متاسفانه ناپدید شد. آقای کعبی تبعه سوئد است و وزارت خارجه سوئد پیگیر وضعیت اوست، اما آنطور که به همسر آقای کعبی گفتند، وزارت اطلاعات ایران هیچ اطلاعاتی به سوئد نمیدهد. طبق اون چیزایی که شنیدم، ایشون
میخواستم به ترکیه سفر کنم بر اساس کارو نمیدونم چی از دوستان شنیده بودم، ولی در این رابطه هیچ من اطلاعی ندارم. یعنی ما هیچ اطلاعی نداریم متاسفانه که واقعا آقای حبیب زنده است. از چند جهت تهدید به سمتش می اومد، ولی یعنی نمیخواست به ما بگه که ناراحت نشیم، به بچه‌ها نگه که ما ناراحت نشن. ایشون پناهنده سیاسی دارن و ایشون شخصیت سوئدی هستند. دولت سوئد معتقده که یک چیزای اتفاق افتاده بین ترکیه و ایران و متاسفانه با هم همکاری کردن و حبیب رو به ایران اراده دادن، از طریق آذربایجان غربی حبیب رو تسلیم ایران کردن. دولت ترکیه که روابط نزدیکی با ایران دارد هنوز گزارش‌ها درباره ناپدید شدن آقای کعبی را تایید نکرده، اما مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران دستگیری آقای کعبی را تایید کرده و گفته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در حال بازجویی از او هستند. جمهوری اسلامی ایران تشکیلات نزال یا مبارزه عربی برای آزادی اهواز را تروریستی و مسئول حمله به رژه نظامی 2 سال پیش در اهواز مرکز استان خوزستان می‌داند. حمله‌ای که در آن 25 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. اسم من جمشید شالمت است و یکی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی که اخیراً در خارج از کشور رو بوده و به ایران منتقل شد این مرد است، جمشید شارمحت، مدیر رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی ایران که در آمریکا زندگی می‌کرد. خانواده او گفتند آقای شارمحت در سفر به امارات متحده عربی در دبی رو بوده و به ایران منتقل شد. این تصاویری است که تلویزیون ایران بعد از این ماجرا از او منتشر کرده. کسی که بخواد اعتدا بکنه، سرپیچی بکنه، برای شکنجه دردناک است. 14 سال قبل فتح‌الله منوچهری معروف به فرود فولادبند، مسئول شبکه تلویزیونی انجمن پادشاهی، هم در ترکیه ناپدید شد. بعد از ناپدید شدنش پسر او گفته بود که در تماس‌هایی از او خواستند تا درباره سرنوشت پدرش سکوت کند. این هم روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، که سپاه پاسداران گفت در عملیاتی پیچیده او را به ایران کشانده. حکومت ایران متهم است که طی سالیان گذشته بعضی از مخالفان خود را در خارج ترور کرده. به نظر می رسد که در سالهای اخیر روبودن آنها در خارج از کشور به عنوان روشی کم هزینه تر در دستور کار حکومت قرار گرفته. فرین آسمی، بی بی سی. ایرج مصداقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و همینطور پژوهشگر حقوق بشر از استکهلم سوئد با ماست. آقای مصداقی، یک کمی در مورد سابقه این ربودن ها و دستگیری ها بگید بهتر. البته در گزارش اشاره شد، ولی میدونیم که داستان مربوط به امروز و دیروز و امسال و پارسال نیست. بله، اولین مورد این آقا من به خاطر دارم ربودن آقای ابوالحسن مشتهی‌زاده بود در آبان ماه سال 1367 بعد از کشتار 67. ایشون در محله آکسارای استانبول مثل یه فیلم های هالیوودی رو بوده شد، بعد به خونه ام برده شد، از اونجا به کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول برده شد، 9 روز اونجا بود و بعد میخواستن همراه با خانواده دیپلومات ها همراه با 2 ماشین او رو به ایران بیارن که در مرز به طرز معجزه‌آسای ایشون تونست تو فریاد بزنه و بچه هایی که اونجا بودن شنیده بودن. هلیکوپتر اومد او رو لب مرز گرفتن و به خاطر همین موضوع آقای متکی که اون موقع سفیر بود رو اخراج کرد دولت ترکیه و خب بعد متکی ارتقای مقام یافت، معاون وزارت خارجه شد و بعد هم وزیر خارجه. ببینید، بعدها هم اتفاقا در همون ترکیه آقای علی اکبر قربانی رو بودن و چون تجربه قبلی داشتن در همون ترکیه او رو شکنجه کردن، مصفه کردن و قتل رسوندن، بعد قاتلین دستگیر شدن. میخوام بگم این موضوع برمیگرده به خیلی سال قبل و به عنوان یه شیوه نظام جمهوری اسلامی ازش استفاده میکرده. در اون دوران در ارتباط با مجاهدین بوده و که در ترکیه فعال بودن و بعدها خوب میبینیم به انجمن پادشاهی و دیگرانی که امروز شاهدش هستیم که رسیده. دلیل این که الان افراد بیشتری رو ظاهراً هدف قرار میدن چیه؟ ببینید، نمیتونم بگم بیشتر هستش، ولی که خب این یک شیوه به خاطر که نظام جمهوری اسلامی امروز در تنگنا قرار داره. ببینید، آدم هایی که دستگیر میشن آدم های
در واقع بسیار بسیار ساده ای هستن، گاه اصلا یه فعال سیاسی هم ندارن. آقای جمشید شارمن ایشون یه زندگی در امریکا داشتن، بعد دوباره بیزینس خودشون بودن و حتی قبلا هم به نظر من از ایشون و از نام و از اون انجمن پادشاهی سوء استفاده میشده، دستگاه امنیتی میکرده. من 10 سال قبل مقاله نوشتم راجع به این موضوع، تذکر دادم هر کی با این جریان ارتباط داره بدون وزارت اطلاعات. و بعد کسایی دستگیر شدن اتفاقا همین رو اومدن بعدها گفتن و روشنگری کردن. ببینید، یا مثلا مورد آقای روح الله زم رو شما ملاحظه میکنید، ایشون رو با سادگی هر چه تمامتر میکشونن به عراق. البته آقای مساقی، اون مقاله شما رو من دیدم در مورد انجمن پادشاهی، این اتهامیه که خب بهتره اونها البته نیستن که اینجا دربارش صحبت کنن، از خودشون دفاع بکنن. موردی است که شما هم قبلا در رسانه نوشتید، ولی اجازه بدید که اگر نگاه بکنیم به زمان بندی موضوع شاید بد نباشه. دقیقاً یک سال گذشته از داستان روح الله زم و این روزها ما داریم یک مورد تازه رو میبینیم. آیا ممکنه که اینها به هم مرتبط باشه؟ نه، هیچ ارتباطی اینا با هم نداره، اینا موارد بسیار متفاوتی باشن. بعد بردن کسی به ترکیه و بعد همکاری با دستگاه اطلاعاتی ترکیه کار خیلی سختی نیست. قبلا هم همین اتفاق افتاده، حجت زمانی زندانی بود که متهم بود به اینکه در دادستانی انقلاب اسلامی بمب‌گذاری کرده بوده و بعد ایشون فرار کرد در سال 2003 تو همین ترکیه بود، تو میدان آکسارای اونو رو بودن، همراه کسی دیگه بود، خود دستگاه امنیتی ترکیه گرفت، گزارش عفو بین‌الملل هست، اونو تحویل رژیم دادن و بعد اونو به قتل رسوندن. ببینید، منظورم اینه که این موضوع دائما داره تکرار میشه. آقای عباس یزدانیان یزدی که از نزدیکان مهدی هاشمی بود رو در سال 92 رو بودن در خود دبی، کار خیلی سختی نبود، ایشون رو اعتمادش جلب کرده بودن، دوستانی که باهاش بودن اون رو بعد بیهوشش کردن، مظلوم بیهوش کردن، آوردنش ایران. در ایران خب حالا علیه مهدی هاشمی از اطلاعات او استفاده کردن و بعد اون رو به قتل رسوندن. و میدونیم که در فکر میکنم 4 سال پیش بود که دولت امارات 3 ایرانی رو متهم کرد به این دست داشتن به این مسئله و 1 نفر رو هم از تایلند به دبی مسترد کردن. منظورم اینه که این اتفاقات همیشه می افتاده، مال یک زمان نیستش و امروز میبینیم رژیم نیاز داره به بزرگ نمایی، نیاز داره به قدرت نمایی، برای اینکه میخواد مردم رو بترسونه، برای اینکه میخواد بگه ما اینقدر نفوذ داریم. اینا نه نفوذ نه قدرت، هیچ چیز خاصی نیست. آقای فقط روح الله زم رو کشوندنش تا عراق، خب اونجا دستگیرش میکنه. خب ایشو ساده انگار بود، قبلا میدونید از طریق مسعود خامنه‌ای برای این ایمیل میفرستادن، نه اینکه حالا مسعود خامنه‌ای در جریان بوده باشه. بسیاری از اطلاعات و اخباری که منتشر میشد تو آمدنیوز، خود دستگاه امنیتی تحت نام مسعود خامنه‌ای و اینکه پسر خامنه‌ای داره از تو بیت رهبری برای روح الله زم اطلاعات میفرسته. و شما فکرشو بکنید، اون با ساده دلی و ساده اندیشی اینا رو باور میکرد. بنابراین میخوام این رو عرض کنم خدمتتون، اینا خیلی پیچیده نیست، یه ایمیل درست میکنید شبیه اون و بعد یه تکنیک ساده به کار میبرید و میتونید یه نفر رو فریب بدید، کما که در اتفاق آقای سیستانی این کار رو کردن و روح الله زم فریب کرده. آقای شارمحت هم همینطورن، آقای کعبی خب ایشون رو حالا کشوندن تا ترکیه، بعد ترکیه ایشون رو دستگیر کرده، تحویل رژیم داده. خیلی سخت نیست رژیم ارتباطاتی که با کشورهای همجوار داره، چه عمان باشه، چه امارات باشه، چه قطر باشه، چه ترکیه باشه، اینا جاهایی است که رژیم جمهوری اسلامی میتونه توش فعالیت داشته باشه، بخشایش بدون اطلاع سرویس‌های امنیتی یا اونا چشم‌پوشی میکنن، بخشایش که در ارتباط مستقیم با سرویس‌های امنیتی این کشورهاست و میتونن کارو انجام بدن. ممنونم از ایرج مصداقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و پژوهشگر حقوق بشر از استکهلم سوئد با ما. مرکز آمار ایران میگوید قیمت بسیاری از مواد غذایی با سرعتی بیشتر از نرخ تورم در حال بالا رفتن است. از 53 قلم ماده غذایی که این نهاد قیمتشان را زیر نظر دارد، از مهر پارسال تا مهر امسال قیمت 32 قلم بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده. در همین حال بانک مرکزی ایران هم اعلام کرده که نقدینگی از تابستان پارسال تا تابستان امسال بیشتر از 36% رشد کرده. بهرنگ تاجدین خبرنگار اقتصادی ما اینجا با من. بهرنگ، چطور وقتی که قیمت بالا میره نرخ تورم بالا نرفته؟ انتظارها معمولا در سطح جامعه این است که وقتی قیمت ها بالا میره به تناسب نرخ تورم هم بالا میره.
دقیقاً. ببین مسئله اینه که نرخ تورم یک متوسطه، نه فقط متوسط قیمت اقلام مواد غذایی، بلکه متوسط خیلی از کالاها و خدمات کم دوام، با دوام یا کالایی که شما مصرف میکنید مثل ماده غذایی که میخرید و میخورید طبیعتاً نمیمونه. این متوسطه. به همین خاطر خیلی وقتا وقتی صحبت از نرخ تورم میکنیم، مردم میگن که مثلا تجربه ما بیشتره. خب اون تجربه بسته به سبد کالا و خدماتی که شما مصرف میکنید داره و فرق میکنه. حالا در داخل یک دسته از این کالاها و اقلام مصرفی مثل مواد غذایی هم میبینیم اختلافهای خیلی زیادی هست. اگر ما به میزان افزایش قیمت مواد غذایی از مهر پارسال تا مهر امسال نگاه کنیم، ببین 53 قلم هست که مرکز آمار بررسی میکنه، اون در واقع نمودار آبی، اون تورم نقطه به نقطه، متوسط افزایش قیمت کل کالاها و خدمات از مهر پارسال تا مهر امسال، میبینید که بیشتر این 53 قلم، یعنی 32 قلمشون، میزان افزایش قیمت از پارسال تا الان بیشتر از اون نرخ تورم بوده که متوسط کله. مثلا چند تا مثال بزن، بعضی از اینا حتی بیشتر از دو برابر شده. تخم مرغ، برنج خارجی، عدس، لپه، اینا بیشتر از دو برابر شده. ببین مثلا برنج خارجی هندونه هم خیلی رفته بالا. دقیقاً. حالا 54%. دقیقاً. و مثلا تخم مرغ پارسال، مهر پارسال متوسط کیلویی 8900 تومان بوده، امسال شده 18600 تومان، بیشتر از دو برابر شده. خب ولی از اون طرف یه چیزایی رو هم داریم مثلا رب گوجه که توی این مدت 10% هم کم شده. متوسط اینا اون چیزیه که حالا حداقل میشه تورم مواد غذایی. نکته جالب دیگه‌ای که توی گزارش که مرکز آمار منتشر کرده میبینیم اینه که تازه این متوسطا که میگیم استان به استان فرق میکنه. من یه مثال بزنم، ببین مثلا سیب زمینی توی استانی متوسطش 2700 تومان بوده، توی استانی 5300 تومان، تقریبا دو برابر. یا گوشت گوسفند متوسط توی استانی 83000 تومان بوده کیلویی، توی استانی دیگه بالای 120000 تومان. در نتیجه وقتی از متوسطا حرف میزنیم، اگر قیمتی که شما مثلا تو شهرتون تو استانتون میبینید متفاوته، به خاطر اینکه متوسط کشوری رو در نظر میگیرن و طبیعتاً ممکنه اگر که قیمتی که شما میبینید بیشتر باشه، جاهای دیگه ای بوده قیمت‌ها پایین‌تر بوده. اشاره شد که نقدینگی بیشتر از 36% رشد کرده. حالا نتیجه رشد 36% نقدینگی چی میشه؟ ببین تصور عمومی بر اینه که رشد نقدینگی یکی از عوامل تورمه، یکی از عوامل بالا رفتن قیمت هاست. خب وقتی که نقدینگی که میشه پول و شبه پول 36% رشد میکنه، شما نمیتونید انتظار داشته باشین که تورم 3% باشه. تورم قابل توجهی به وجود میاد و ما میدونیم که تورم الان نقطه به نقطهش حدود 40%. ولی وارد جزئیات گزارش بانک مرکزی میشیم، یه نکته جالبی رو میبینیم. چیزی که میبینیم اینه که پول، یعنی پول نقد به اضافه موجودی حساب پسنداز همه آدم ها تو ایران، این از پارسال تا امسال تقریبا اون بالایی رو اگه نگاه کنید در واقع حدود دو برابر شده. آبی شهریور پارسال، قرمز شهریور امسال، تقریبا دو برابر شده. اما شبه پول که میشه موجودی حسابای پسنداز حالا کوتاه مدت یا بلند مدت، این فقط حدود 28% رفته بالا. یعنی سرعت رشد پول بیشتر از سرعت رشد شبه پول بوده. این دو تا معنی داره. معنی اولش اینه که خیلی از آدم‌ها ترجیح میدن که پولشون رو تو حساب جاری نگه دارن به جای اینکه بیان مثلا تو بانک بذارن، که الان میدونیم نرخ بهره‌ای که بانک‌ها میدن 15% 18% بیشتر نیست و این خیلی پایین‌تر از نرخ تورمه. یه مسئله اینه. مسئله دوم این که وقتی شما پول نقد داشته باشید، احتمال اینکه از این پول نقد برای خرید استفاده کنید و با بالا رفتن تقاضا قیمت‌ها بالا بره، در واقع اثر تورمی پول بیشتر از اثر تورمی شبه پوله. و این میتونه یکی از دلایلی باشه که ما میبینیم در چند ماه گذشته تورم تو ایران سیر صعودی گرفته و مثلا فقط از شهریور تا مهر تو یک ماه متوسط قیمت ها تو کل کشور 7% رفته بالا. بله. که این از رقم تورم سالانه خیلی کشور رو بیشتره. کلی عدد و رقم و بالا و پایین کردی از گزارش مرکز آمار ایران، همش ارقام ناامید کننده و خبرهای بده. یک
در کنار اینها یک خبر نسبتاً خوب هم هست. امروز گمرک ایران آمار واردات و صادرات 7 ماهه اول سال منتشر کرده بود، یعنی قبلا 6 ماهه داده بود، الان ماه مهر هم اضافه شده که نشون میده تو ماه مهر، در واقع گزارش قبلی میگفت ایران در 6 ماه اول سال حدود 13 میلیارد دلار صادرات داشته، این گزارش میگه صادرات تو 7 ماه اول رسیده به 18 میلیارد دلار، یعنی احتمالاً ایران 5 میلیارد دلار در ماه مهر تونسته صادرات انجام بده که خب این خودش در واقع رشد قابل توجهیه، ولی مشکل همیشگی در مورد صادرات ایران اینه که در شرایط فعلی با توجه به تحریم‌های آمریکا و اینها ممکنه دسترسی به پول این صادرات به این راحتی ها نباشه. ممنونم از بهرنگ تاجدین، خبرنگار اقتصادی ما. فقط 2 روز تا پایان موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و 2 نامزد اصلی یعنی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و جو بایدن از حزب دموکرات برای جلب آرای بیشتر آخرین تلاش های خودشون رو به کار گرفتن. در این روزهای آخر آنها در ایالت های کلیدی و سرنوشت ساز میشیگان و پنسیلوانیا مشغول کارزار هستند. آقای ترامپ در نظرسنجی های کلی پیشتاز است، اما فاصله او از رقیب در ایالت های تعیین کننده کمتر است. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن گزارش میده. آخرین تلاش های 2 اردوگاه عمده انتخاباتی برای جلب نظر رای دهندگان در فلوریدا، یکی از ایالت‌های سرنوشت‌سازی که رأیش می‌تواند مسیر هر کدام از 2 نامزد اصلی انتخابات را هموار یا دشوار کند. در این تجمع هواداران جو بایدن با رقص و موسیقی شعار در هم کوبیدن دونالد ترامپ را سر آدمکش خالی می‌کنند. از دید خیلی ناظران، رئیس جمهور آمریکا بدون بردن فلوریدا مسیر آسانی برای ماندن در کاخ سفید ندارد و اگر جو بایدن در آن پیروز شود میتواند روی پیروزی در انتخابات حساب کند. خود دونالد ترامپ هم برنامه پوری دارد. در این 2 روز باقی مانده تا پایان انتخابات قرار است در دست کم 10 تجمع دیگر شرکت کند، از جمله امروز در 5 ایالت مهم تا بعد از نیمه شب. این ساعتی پیش در میشیگان، ایالتی که نظرسنجی ها میگوید رقیب او جو بایدن پیشتاز است، ولی دونالد ترامپ امیدوار است مثل دوره قبلی انتخابات شگفتی ساز شود، به خصوص به کمک تاکید بر وضعیت اقتصادی کشور که نقطه قوت کارنامه خود می‌داند. In 2016 Michigan voted to fire this corrupt political establishment. در 2016 میشیگان رأی به اخراج این حاکمان سیاسی فاسد داد. شما یک غیر خودی رو به عنوان رئیس جمهورتون انتخاب کردید که داره بالاخره آمریکا رو در اولویت قرار میده. اگه من مثل یه سیاستمدار واشنگتنی حرف نمیزنم چون من سیاستمدار نیستم. طبق قواعد واشنگتن کار نمیکنم چون من انتخاب شدم برای شما بجنگم و هیچ کس تا حالا بهتر از من برای شما نجنگید. It's because I was elected to fight for you and nobody has ever fought harder for you. کارزار جو بایدن هم فعال است، هرچند محدودتر. او دیروز در میشیگان بود به همراه باراک اوباما رئیس جمهور قبلی که برخلاف معمول رؤسای جمهوری سابق که اینطور در انتخابات فعالیت نمی‌کنند، سخنرانی‌های متعددی در حمایت از رقیب دونالد ترامپ داشته. با ادامه تاکید بر شعار اصلی این کارزار درباره بی‌کفایتی دونالد ترامپ در رهبری کشور، از جمله در مبارزه با کرونا. من میفهمم که این رئیس جمهوریه که میخواد همه اعتبار اوضاع اقتصادی خوبی رو که به ارث برده برای خودش برداره، ولی هیچ مسئولیتی بابت همه‌گیری کرونا که نادیده گرفت به عهده نگیره. ولی این شغل اینطوری نیست، باید برنامه داشته باشید تا بتونید زندگی مردم رو بهتر کنید. آنها که میخواهند دونالد ترامپ از کاخ سفید برود امیدوارند آخرین نظرسنجی ها در عمل و با صندوق های رای هم درست در بیاید. نظرسنجی های حاکی از پیشتازی جو بایدن در ایالت های کلیدی فلوریدا، پنسیلوانیا، ویسکانسین و همینطور در آریزونا که پایگاه محکم همحزبی های دونالد ترامپ بوده. آمار کسانی که تا همین الان رایشان را به صندوق انداختند، چه با پست و چه حضوری، به 100 میلیون نفر نزدیک می شود. در بعضی ایالت ها بیشتر از میزان کل مشارکت در انتخابات دوره قبل، طوری که برخی ناظران امیدوار شدند که امسال شاید حتی رکورد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 1 سده اخیر شکسته شود. با این حال نگرانی ها درباره تنش ها در این 2 روز باقی مانده و بعد از آن بالا گرفته. در کارولینای شمالی که از ایالت های تعیین کننده است، پلیس در مواجهه با گروهی از تظاهرات کنندگان راهی مرکز رای‌گیری دست به اسپری فلفل برد و عده‌ای هم دستگیر شدند.
در تگزاس گروهی از خودروهایی که پرچم دونالد ترامپ را داشتند در بزرگراه دور اتوبوس حامل کارکنان ستاد انتخاباتی جو بایدن را گرفتند و گفته شده که تلاش کردند اتوبوس را نگه دارند ولی با مداخله پلیس پراکنده شدند. کمی بعد دونالد ترامپ هم در توییتر با انتشار این فیلم نوشت که عاشق تگزاس است. اینجا در واشنگتن پایتخت آمریکا هم فروشگاه‌ها و ساختمان‌های اداری در و پنجره‌هایشان را تخته کردند تا از آسیب و غارت در ناآرامی‌های احتمالی در امان بمانند. تصویری که در این چند ماه گذشته و بعد از تظاهرات گسترده در پی کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست در بازداشت پلیس عادی شده ولی برای موسم انتخابات در آمریکا بی سابقه است. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. اجازه بدید که اول تصحیح بکنم. در مقدمه گفتم که آقای ترامپ در نظرسنجی ها جلوه، در حالی که جو بایدن در نظرسنجی ها جلوتر هستش، خصوصا نظرسنجی های کلی که فاصلهش هم با آقای ترامپ فاصله کمی نیست. بهمن کلباسی همکارم از یک حوزه رای گیری در ایالت نیویورک با ماست. بهمن، اول از حال هوا بگو، از فضا بگو. میدونم که دیگه داریم به روز موعود نزدیک میشیم. آخرین روز رأی‌گیری زود هنگام هست اینجا در نیویورک. در ایالت‌های دیگه هم بعضیشون تا فردا ادامه داره، بعضی همون روز جمعه پایان پیدا کرده، ولی در نتیجه این کسانی که الان دارن میان اینجا پشت سر من دارن رأی میدن، آخرین گروه‌هایی هستن که در نیویورک رأی میدن قبل از روز انتخابات. یه تعدادی قابل توجهی هم به تبع در خود روز انتخابات به صندوق‌های رأی خواهند آمد، ولی آمار و ارقامی که داریم این است که بالای 93 میلیون نفر تا یک ساعت پیش که منتشر شده در رأی دادند، چه پستی چه حضوری، ولی به هر حال زود هنگام پیش از روز انتخابات. اگه مقایسه کنیم با انتخابات قبلی که 138 میلیون نفر شرکت کرده بودند، انتظار میره که اگر در روز انتخابات حدود 50 میلیون فقط شرکت بکنن، خودش باعث میشه که مشارکت در این دوره خیلی بیشتر از دوره قبلی بشه. و باز هم در روزهای گذشته بسیاری از ناظران بر اساس در یافته‌هایی که وجود داره و نظرسنجی‌ها نظرات مختلفی دارن در موردی که این مشارکت به نفع چه کسی است، گویا که اکثریتشون معتقدند هرچه مشارکت مخصوصا جوان‌ها، زنان، اقلیت‌ها بیشتر باشه به نفع آقای بایدن هست، هرچه مشارکت در مناطق روستایی بیشتر باشه به نفع آقای ترامپ. در نتیجه باید منتظر شد تا ترکیب کسانی که شرکت کردن مشخص بشه در پایان روز سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه که آرا شمارش بشه، تا بدونیم این افزایش مشارکت و این اشتیاقی که برای رای دادن وجود داره در مقایسه با دور قبل به نفع چه کسی بوده. این اشتیاق خیلی جاها تبدیل میشه به هیجان و بعد به رقابت. در گزارش عادی هم داشتیم گویا اتفاقی افتاده که خیلی معمول نیست، اتوبوسی که مربوط بود به هواداران آقای بایدن توسط طرفدارای آقای ترامپ متوقف میشه. رویارویی که همیشه هست به خصوص روزهای قبل از انتخابات به تبع شدیدتر میشه، در این دوره در مقایسه با دورهای قبل یه مقداری متفاوته، از این جهت که احساس میشه که تنش‌ها به نقطه جوش یه مقداری نزدیک‌تره، نه فقط در اون مورد اتوبوس و اون موردی که در پلیس حمله کرده به رای دهندگان در کارولینای شمالی، ولی در خود شهرهای بزرگ هم واشنگتن پایتخت، همینجا نیویورک، دیده شده که تعداد زیادی از مغازه‌ها تخته زدن، نگران هستن از اینکه ممکنه بسته به اینکه چه کسی ببره طرفداران یا مخالفان وارد خیابان‌ها بشن، به رویارویی بیانجامه و تخریب صورت بگیره. در اینکه نگرانی از شب انتخابات هم در همه انتخابات‌های قبلی که من اینجا شاهد بودم هیچ وقت ما ندیدیم که یک شرایطی قرار داشته باشیم که مثلا مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و مراکز عمومی نگران باشن که بسته به اینکه شب انتخابات چه کسی پیروز بشه و چه کسی شکست بخوره اتفاقات ناگوار بیفته. به همین جهت قطعاً ما در یک مقطعی هستیم که سابقه‌اش در آمریکا کم هست، به اضافه اینکه دعوای حقوقی هم ادامه داره. همین چند دقیقه پیش جمهوری‌خواهان در ایالت تگزاس رفته بودن شکایت کرده بودن در دادگاه، گفته بودن که این 120 هزار رأی که از طریق انداختن رأی در صندوق‌های کنار خیابان به جمع شده باید باطل بشه، به خاطر اینکه قانون اجازه همچین کاری رو نمیداده به مقام‌های برگزاری انتخابات، و بعد یک قاضی تصمیم گرفته که این درخواست اونها رو رد بکنه. در اینکه دعوا بر سر شمارش آرا، چه آرایی باید باطل بشه، چه آرایی نباید شمرده بشه، هم چیزی است که در عرصه حقوقی و دادگاه‌ها خواهیم دید در روزهای بعد از انتخابات. در نظرسنجی ها آقای ترامپ عقب‌تر، آقای بایدن در نظرسنجی های ایالتی البته مقداری نزدیکترن به هم دیگه، ولی در نظرسنجی ملی خیلی جلو. از آمار ارقام بگو. اون چیزی که نظرسنجی ها به ما نشون داده یک
6 7 ماه با ثبات هست که آقای بایدن در سطح ملی از آقای ترامپ جلوتر بوده 7-8%، ولی همونطور که میگی در ایالتایی که حساس و تعیین کننده هست اون وقت این نظرسنجی ها بسیار نزدیکتره. ولی پرسشی که وجود داره این است که آیا ممکنه که باز هم کابوسی که برای دموکرات‌ها در سال 2016 اتفاق افتاد تکرار بشه؟ و بیشتر ناظران میگن با این اختلاف 8-7-8% احتمالش کمتره. خانم کلینتون با اختلاف 2% در سطح ملی برد و در سطح ایالتی شکست خورد. در نتیجه یه مقداری خوشبین‌ترن و سفرهایی هم که آقای بایدن و تیمش و آقای ترامپ و معاونش در این 24 ساعت 48 ساعت آخر میکنن یه مقداری نشانگر این است که خود کارزارها چه ارزیابی دارن از وضعیتشون. آقای بایدن داره میره ایالت اوهایو روز دوشنبه که اصلا بسیاری معتقد بودن که جمهوری‌خواهان درش پیروز میشن. یک نوعی نشانی از اعتماد به نفس هست در تیم آقای بایدن. ولی آقای ترامپ هم همچنان پنسیلوانیا که ایالت بسیار مهمی است زیر نظرش داره و دیدیم دیروز به چهار گوشش رفت، امروز به میشیگان. در نتیجه او همچنان امیدواره که تاریخ در مورد این سه ایالت مخصوصا پنسیلوانیا در سال 2016 رخ داد اینجا دوباره تکرار بشه. سفرها اوج گرفته، به روزهای پایانی داریم نزدیک میشیم. آقای اوباما به کمک آقای بایدن اومده این طرف، هم الان فکر میکنم که آقای ترامپ در ایالت اوهایو هست. این سفرهای ایالتی ممکنه که تغییر غیر منتظره ای رو در شرایط انتخابات ایجاد بکنه؟ اینجا دیگه ما در مقطعی نیستیم که کسی بخواهد کسی رو راضی بکنه که مردد باشن بیان به کارزار یا کاندیدا رای بدن. بیشتر بسیج کردن اونهایی است که تصمیم گرفتن رای بدن به یک کاندیدا بهش تمایل دارن. در نتیجه این انگیزه دادن فایده این سفرهاست. وقتی ببینن که کاندیداشون آمده به محلشون، به شهرشون، به ایالتشون، اون وقت بیشتر ممکنه انگیزه داشته باشن برن پای صندوق‌های رای. به نظر میاد بیشتر بسیج کردن طرفداران هست در این ایالت‌ها و کسانی که ممکن است تمایل داشته باشن به یک کاندیدا ولی مصمم به رای دادن نباشن، بیشتر اون هست. و یه مقداری هم در سطح ملی این احساس رو ایجاد کردن که یک جمعیت بزرگی، یک بخش بزرگی از جامعه خیلی خوشحاله و آماده است که یک کاندیدا یا دیگری پیروز بشه. برای همین به خصوص در مورد آقای ترامپ جمعیت زیاد براش خیلی مهمه، دلش میخواد که تعداد افراد که حاضر میشن در تجمع انتخاباتیش بیشتر باشه و خیلی هم بیشتره معمولا، چون آقای بایدن اساسا تیمش سعی کرده با حفظ فاصله اجتماعی و برای جمعیت بسیار محدودی سخنرانی کنه. در این چند روز دیدیم صحنه‌هایی که ماشیناشون رو میارن طرفدارای آقای بایدن و آقای اوباما میشینن تو ماشینشون و گوش میدن و به جای کف زدن بوق میزنن. یه شرایط بسیار متفاوتی است از انتخابات‌های پیشین وقتی این تجمع انتخاباتی داره برگزار. کلباسی همکارم در نیویورک، باید اشاره بکنم که آقای بایدن به اوهایو میره، اشاره هم شد، ولی فعلا تصاویری داریم از ایالت آیووا، جایی که همین الان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اونجاست، مشغول مبارزه انتخاباتی برای اینکه بتونه کرسی خودش رو حفظ کنه، خودش رو در کاخ سفید نگه داره. بهمن اشاره کرد که ایالت‌های کلیدی ایالت‌هایی هستند که بسیار مهمن از نظر اینکه سرنوشت انتخابات رو رقم بزنن. در ایالت آیووای که الان تصاویر زنده رو از اونجا می‌بینیم و جایگاهی رو که قرار آقای ترامپ هم پشت اون قرار بگیره، در نظر سنجی‌ها وضعیت آقای ترامپ کم و بیش بهتره، مشابه 4 سال پیشه که در همین ایالت از هیلری کلینتون هم آقای ترامپ اون زمان جلو بود. و اما دولت آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، حکومت ایران رو به دخالت سایبری در انتخابات این کشور متهم کرده. به گفته مدیر تشکیلات اطلاعاتی آمریکا این دخالت به نفع جو بایدن کاندیدای حزب دموکرات بوده. اما این اولین بار نیست که ایران به تلاش برای اثرگذاری در انتخابات آمریکا به نفع یک نامزد خاص متهم می‌شود. خشایر جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. 60 سال پیش این مرد ریچارد نیکسون جمهوری خواه که با جان کندی دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا رقابت می‌کرد در انتخابات شکست خورد. ریچارد نیکسون پیش از آن معاون رئیس جمهوری بود و با محمد رضا شاه پهلوی آشنا. شاه بسیار ترجیح می‌داد که نیکسون ببره و نه کندی. شاه هیچ وقت با کندی راحت نبود. شاه خیلی با ریچارد نیکسون راحت بود و رفیق بود از زمان کودتای 28 مرداد که اون موقع نیکسون معاون رئیس جمهور آیزنهاور بود.
از اون موقع خب شاه و نیکسون یه رفاقتی شروع کردن با هم. 8 سال پس از آن در انتخابات سال 1968 نیکسون بالاخره به کاخ سفید راه پیدا کرد و ایران به مهمترین متحد منطقه آمریکا تبدیل شد. بعدها در جریان تحقیقات موسوم به واترگیت، صحبت‌هایی درباره دخالت ایران در انتخابات آمریکا به نفع ریچارد نیکسون مطرح شد. در 1974 بود که وقتی مسئله واترگیت معروف شد در آمریکا و یکی از کارمندای وزارت عدالت جاستیس دپارتمنت آمریکا شاهد شد، شهادت داد در این در سنا که پولای خیلی زیادی شاه داده بود به کمپین نیکسون هم در 1960 هم در 1972. گزارش هایی هم در این باره چاپ شد ولی هیچ وقت چنین مداخله ای اثبات نشد. تا قبل از آن سالها حرف و حدیثی درباره مداخله ایران در انتخابات آمریکا وجود نداشت، ولی این به معنی بی‌علاقگی حاکمان ایران به انتخابات آمریکا و روند سیاسی در این کشور نبود. نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه یک مقام ایرانی نظاره‌گر انتخابات آمریکا بود. حسین قلی خان صدرالسلطنه نخستین وزیر مختار ایران در واشنگتن که در تاریخ به حاجی واشنگتن معروف شده، در انتخابات سال 1888 شاهد انتقال قدرت از گروور کلیولند رئیس جمهوری دموکرات به بنجامین هریسون رقیب جمهوری خواهش بود. حسین قلی خان واقعا خیلی علاقه‌مند بود به سیستم سیاست آمریکا و حتی تعریف میکرد از دموکراسی آمریکا و حتی مثلا یکی از اولین گزارشش گفت با تعجب گزارش داد که حتی میگفت حتی این آقای کلیولند که رئیس جمهور است که اینقدر قدرتمنده در آمریکا، معلوم چند ماه دیگه انتخابات داره، معلوم نیست اصلا چند ماه دیگه این رئیس جمهور باشه یا نه. از زمان حاجی واشنگتن تا به امروز نقش ایران در انتخابات آمریکا هیچ وقت به اندازه انتخابات سال 1980 مهم نبوده. سالی که رونالد ریگان جیمی کارتر دموکرات را از کاخ سفید بیرون راند. این انتخابات درست در نخستین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران برگزار شد. دیپلمات‌های آمریکایی همچنان در ایران گرفتار بودند و مردم آمریکا ناراضی از مدیریت این بحران. تلویزیون آمریکا هر شب نشون میداد روز اول، روز دوم، روز صدوم، روز 150، روز 365 اتفاقا افتاد روز انتخابات. و این برای کارتر واقعا یه سناریویی بود که خیلی خیلی منفی بود برای انتخاباتش و نتیجه‌اش هم خیلی واضح بود. رونالد ریگان در سال 1980 با اختلاف فاحشی از جیمی کارتر به پیروزی رسید. 52 دیپلمات آمریکایی در نهایت پس از 444 روز و همزمان با تحریف رونالد ریگان آزاد شدند. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن. رئیس جمهوری فرانسه گفته کشورش در شوک وقایع دو هفته گذشته است که 4 نفر به طرز فجیعی به قتل رسیدند. به دست اسلامگرایان تندرویی که به نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام اعتراض داشتند. امانوئل مکرون در مصاحبه با تلویزیون الجزیره مواضعش را توضیح داده و گفته که از آزادی بیان در کشورش دفاع می‌کند، اگرچه شخصا با هر چه گفته، نوشته یا نقاشی می‌شود موافق نیست. او از رئیس جمهوری ترکیه خواسته که به فرانسه و ارزش‌های اروپایی احترام بگذارد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در نیس در جنوب فرانسه قتل فجیع 3 نفر و از جمله 2 زن روز پنجشنبه مردم را تکان داده است. خیلی ها اینجا احساس خطر و ناامنی می‌کنند. علی‌رغم حضور سنگین پلیس و ارتش در خیابان‌ها و بیرون اماکن مذهبی، یک اسلامگرای افراطی با چاقو اینجا گلوی یک زن رو برید و یک زن و یک مرد دیگر رو با ضربات چاقو کشت. رئیس جمهوری فرانسه میگوید مردم از اینکه در بعضی از کشورها خیلی ها به جای محکوم کردن این قتل ها فرانسه را محکوم میکنن
خشمگین هستند. به نظر من همه رهبران سیاسی و مذهبی که صریحاً هر نوع خشونت علیه فرانسه را که یک کشور آزادی و روشنایی است محکوم نمی کنند مسئول هستند. چه مستقیم چه غیر مستقیم. مسئول آن خشونتی که علیه فرانسه و مردم فرانسه اتفاق می افتد. چه در داخل فرانسه چه در خارج از فرانسه. دو هفته پیش هم یک اسلامگرای افراطی سر یک معلم رو برید در کنار مدرسه‌اش به علت اینکه او در سر کلاس کارتون‌های منتشر شده در مجله طنز شارلی هبدو را به شاگردانش نشان داده بود. در کلاس درسی درباره آزادی بیان آقای مکرون برای توزیع مواضع کشورش تلویزیون الجزیره را انتخاب کرده است که در دنیای اسلام و عرب بینندگان زیادی دارد. در مورد کارتون ها هم میخواهم به شما بگویم که بسیاری از روزنامه ها، مجله ها و از جمله مجله شارلی ابدو قبلا کاریکاتورهایی هم از پیامبر مسیحیان، رهبران یهودیان، خاخام ها و غیره منتشر کردند و نه فقط کاریکاتور پیامبر اسلام را. من میدانم که انتشار این گونه کاریکاتورها احساسات خیلی ها را جریحه دار می کند. اما وظیفه من آرام کردن است و همچنین حفاظت از آزادی ها. رجب طایب اردوغان گلیار. آقای مکرون از رئیس جمهوری ترکیه هم به شدت انتقاد کرد و از او خواست به قول او دروغ نگوید، توهین نکند و به ارزش های فرانسه و اتحادیه اروپا احترام بگذارد. بکن ارکداشترم. اشاره‌ای به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان که گفته از اروپا و فرانسه جنگ صلیبی علیه مسلمانان به راه انداختند و رئیس جمهوری فرانسه را شخصی توصیف کرد که تعادل روانی ندارد. قتل‌های فجیع به نام اسلام در فرانسه هراس از اسلام را در این کشور و کشورهای غربی افزایش داده، به خصوص که خیلی از رهبران بزرگ مسلمانان این حملات را محکوم نکردند. اینجا در تورنتو در کانادا دیروز تلاشی برای نشان دادن آن روی اسلام، اسلام صلح‌آمیز از روی گروهی از مسلمانان این شهر. Please separate between Islam. من از رئیس جمهوری فرانسه میخوام که حساب اسلام رو از حساب افراطی ها جدا کنه. تو هر کشوری، تو هر جامعه ای تندرو هم هست، ولی آقای مکرون همه رو با یک چوب میرونه. سکوت رهبران کشورهای اسلامی در مقابل قتل‌ها در فرانسه حالا مشکلی برای مسلمانان در جوامع غربی. کسرانجی بی بی سی. به پایانی برنامه 60 دقیقه رسیدیم. ممنون که برنامه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما روی سایت ما در دسترس هست و همینطور بر روی کانال یوتیوب ما. ممنونم.